بحث بیشتر در این مورد زبیلا استانکزای مسئول عملیاتی شرکت حبیب گلزار با ما است. آقای استانکزای خوش آمدید. ببین در آغاز در مورد این شرکت بیشتر بگویید که این شرکت چه زمانی به افغانستان آمده؟ بسیار تشکر شما که مرا خواستین. نسله خودن رسما در ماه می 2017 راجستر شد و در تاریخ 22 دسامبر 2017 یا عملیات خود عملا شروع کرد و ما فعلا تصمیم داریم که در ماه جون 2018 رسما تولیدات خود شروع کنیم. خب شما چقدر تولیدات دارین؟ چه تولیدات دارین در این شرکت؟ فعلا تولید شروع نشده. چون قسمی که بیشتر گفتم که در ماه جون 2018 تولیدات ما که 6 ماه بعد رسما تولید ما شروع میشن. خب نگرانی های هم وجود داشت، قسمی که در گزارش به او اشاره شد. خاطر رفع نگرانی ها شما چه کارهایی را تا الان انجام دادین؟ ای خاص کرد در سوشل میدیا زیاد در روزهای آخر راپور آمد که کدام بنیاد نداره و یا درست نیست و در این مورد ما امرای وزارت صحت عامه و امرای یاد تماس هستیم و گفتیم که شما باید یک زودتر میشه باید از این انالیسیس بکنین که آیا این واقعا است یا یک توطیه بود. چه زمان شما قرارداد با این شرکت به شما بستین امضا کردین و این شایعاتی که در یک آخر مبنی بر غیر معیاری بودن این تولیدات هست، اینا چرا، علت در چه بود که بروز کرد؟ در این مورد خو به نظر خودم که این استخبارات منطقی به خیال من نمیخواد که چون ما یک بسیار کلان پلان داریم تقریبا 30 میلیون دلار میخوایم که اینوستمنت بکنیم در افغانستان که خود همین تولیدات ما در افغانستان شروع کنیم، چون این دفعه اول میشه که خود افغان ها تولیدات نسلی خود افغان تولید بکنه و برای افغان های خود، چون تقریبا 12 سال پیش رئیس جمهور پیشین حامد کرزی سایبا گفته بودن از یا ریکوست کرده بودن که شما بیان در افغانستان سرمایه گذاری بکنین، مگر اونها حاضر نشدن در وقت و این کلگی کاوش و زحمت های حبیب گلزار گروپ بود که یارا راضی ساختن به این اینوستمنت که یا بیاید اینجا سرمایه گذاری بکنه، چون خود شرکت نسلی در 190 مملکت یا تولیدات خود برای مردم تهیه میکنه و در 80 مملکت یا تولیدات خودم میکنه که فابریکات داره و افغانستان یکی از این مملکت ها میشه. جای خوشی است برای ما که خود ما تولیدات همینجا در افغانستان بکنیم. خب حالا در مورد ازی بگوین که هنوز ها حبیب گلزار گروپ واردات داره از پاکستان به افغانستان؟ بله، از نسلی نه تنها از پاکستان، از دیگه مملکت ها هم میایه. تقریبا سالانه اگر ما بگویم تا حدود 70-80 میلیون دلار مواد نسله کمپانی در افغانستان میاد. حالا این شایعاتی که وجود داشت و این نگرانی هایی که وجود داشت چقدر به شما زیان رسانیده؟ این خود یک بسیار کلان ضربه بود، خاصاً خودی برای شرکتی ما، چون فعلا ما دیگه تصمیمات هم داشتیم، چون ما نمیخواستیم که ما اعلان فعلا بکنیم که ما خودی میخوایم تولیدات در افغانستان بکنیم. ما میخواستیم که یک بسیار استراکچر اناونسمنت باشه که چند وقت پس خواست کرده وقتی خود ما تولیدات شروع میشد دو وقت میکردیم، مگر ما مجبور شدیم چون توطیه ما نمیخواستیم که به برند نسلی دیگه ضربه برسانه ما اعلان کردیم و از ما خب برای ما خو یک ضربه اقتصادی داده برای گروپ ما، مگرم مشکل برای خود مردم ما است، چون ما دیگه الترنیتیو دیگه ریپلیسمنت برای نسلی نداریم در افغانستان. خب حالا در مورد این شرکت حبیب گلزار بر ما بیشتر بگوین که چه زمانی کار را آغاز کردین و در کنار از اینکه شما واردات لبنیات دارین از کشورهای دیگر چه کارهای شما انجام میدین؟ شرکت حبیب گلزار از 1940 تقریبا 70 سال پیش یا فعالیت های خود در افغانستان شروع کردن که تقریبا در 2000 سال 2006 ما عملا تولیدات کوکاکولا به نام کوکاکولا حبیب گلزار شروع کردیم که در شروع ما تقریبا 3 برند داشتیم و فعلا ما تقریبا 35 برند های مختلف در خود شرکت کوکاکولا تولید داریم.
خب حالا در مورد قرار کارخانه شما ایجاد کنید، در مورد کارخانه بیشتر بگویید که با ایجاد کارخانه چقدر میتونیم که تولیدات در داخل افغانستان ما رشد بدهیم و چقدر میتونه که از جلوگیری کنیم از واردات تولیدات بیکیفیت از کشورهای بیرونی؟ خب که تولیدات ما شروع شد تقریبا ما میتونیم که در فاز اول، چون ما در چند فاز میخوایم اینوستمنت بکنیم، در چند فاز فعلا خب فاز اول ما کار سرشان عملا جریان داریم که تقریبا کارهای ساختمانی ما 90% شده و در مدت 3-4 سال ما میتونیم که همین چیزی تولیدات از خارج میایی مکمل رای شما بگیریم. خب شما از حکومت چی میخواین که چی کار بر شما انجام بده، شما چقدر حمایت کنه و با وجود از اینکه شایعات هم وجود داشت و بر شما زیانهای بسیار زیاد هم رسیده؟ از حکومت خاصتاً ما توقع داریم که پالیسی ها باید کنسیستنت باشه، نه که برای بعضی تجارا یا شرکت ها به نفع و گمرکات یا تکسیز کدام چیزا که از خارج میاید تکس های خود بلند و پایین ببره، چون بزنس های کلان که است یا در او وقت میتونه که بیاید افغانستان اینوستمنت بکنه وقتی که پالیسی حکومت بسیار کنسیستنت باشه، وقتی که مسلسل تغییر بخوره پایین و بالا بره در وقت امکان نداره که شرکت های بین المللی در افغانستان بیایه اینوستمنت بکنه. حالا از شما حکومت چقدر حمایت کرده؟ حکومت خواه همیشه کوشش کرده، مگرم باز هم وضعیت های فعلا که افغانستان است ما راضی هستیم و همیشه سپورت کرده. خب خیلی کوتاه از چالش هایتان بگویید که چه چالش های فرای کارتان است؟ مشکلات زیادتر که ما داریم در سپورت خود بازی پرزجات ما که از خارج می آید، اما کستم کلیرنس چیزایی یک مشکل است برای ما که ما می خواهیم از حکومت که در این مورد یا همی پروسای خود بسیار کوتاه‌تر کنه، چون بعضی وقت چیزای ما میاد تا به ماها در گمرکات و در میدان می باشه. تشکر از شما. تشکر از شما.